وطنان عزیزم و خوشحالم که بار دیگه سعادت داشتن در خدمتشون باشم. درود بر شما. قرار خواهم شیرینی کشمشی رو بده. چه عطری هم داره. دستتون درد نکنه. ابتدا مواد اولیه رو خدمت بینندگان عزیز عرض می‌کنم. روغن که بهتر روغن صاف قنادی باشه. اگه نداشتین مارگارین هم میتونید جایگزینش کنید. روغن 265 گرم. کشمش 250 گرم. پودر قند 465 گرم. تخم مرغ 3 عدد، ماست 100 گرم، آرد 500 گرم، وانیل یا هل 1/2 قاشق چای خوری. خیلی شیرینی کشمشی من یه بار آموزش دادم، ولی باز دوباره بینندگان عزیز خواستن که طبق بازار باشه، این شیرینی کشمشی بازار باشه. یه توضیح اول بدم که شیرینی کشمشی بازار چون توی فرای صنعتی پخته میشه، موندگار ما توی با فرای خودمون هیچ وقت نمیتونیم به اون کیفیت در بیاریم. من هر کس توی آموزشگاه خودم اینو بپرسه من دعواش میکنم، چون میگن که شیرینی خونگی خب خواهش میکنم، چون که شیرینی خونگی موندگاری خیلی بالایی دارن. من کشمشی که اون دفعه آموزش دادم تا چند ماه نگه داری ولی اینا سریع خشک میشه، ولی چون درخواست کرده بودن من احترام میذارم و اینا آموزش میدم. این روغنش از روغن مایع نباید استفاده کنیم، روغن جامد یا روغن صاف قنادی بهش میگن که اگه خارج از کشور نبود میتونن مارگارین رو جایگزینش کنن. چون این روغن یکم سفت هست، نصف روغن یکم آب میکنیم بعد میریزیم توی همزن. ببینید روغن اگه داغ باشه شیرینیتون سفت میشه، فقط چون این روغنا خیلی سفت هستن به خاطر همین ما یکم آبش میو حرارت میدیم که یکم راحت‌تر بتونیم بزنیم. بعد میایم پودر قندی که داشتیم بهش اضافه میکنیم. پودر قندم بهش اضافه میکنیم و با همزن این مرحله رو خیلی خوب میزنیم. این مرحله رو خیلی باید خوب بزنن تا کاملا حالت پفکی بگیره این روغن. ببینید دقیقه رو نمیتونیم بگیم، چرا؟ چون الان این همزن قدرتش خیلی بالاست، توی شاید 5 دقیقه این کار رو برای ما انجام بده، ولی همزن هایی هستن که قدرت های پایین دارن، مدت زمان طولانی. بهتره که با چشم ببینن اون حاصله کاملا سفید رنگ و کرم رنگ که شد اونو از مواد دیگر شروع میکنن به اضافه کردن. اینجا زیاد نمیزنم، فقط نشون دادم این چقدر کاملا این نرم و پوک میشه. بله خیلی سبک میشه. بعد میایم تخم مرغ ها رو دونه دونه بهش اضافه میکنیم. هر تخم مرغ که اضافه کردیم 2 الی 3 دقیقه میزنیم با همزن. اولی که زدیم بهتره که هر اسانسی که دوست داریم، حالا وانیل هست، حالا هر یا هل، هر کدوم از اینا رو که دوست داشتن میتونن اضافه کنن که مصطلحش باز همون وانیل هستش. وانیل رو اضافه میکنم. بله. تخم مرغ بعدی هم اضافه میکنم و به زدنم ادامه میدم. کم کنم توی فاصله یکم از این آردی که دارم و با این کشمش هایی که داشتم، بهتر کشمش هاشون رو اگه میخرن درشت توش داره الک کنن یا جدا کنن، کشمش های ریز برای این شیرینی استفاده بکنن. بله شیرینی کشمش های خیلی درشت زیاد مناسب نیست. چرا آردیش میکنید خانوم؟ بهتر توی شیرینی قرار بگیره، جا به جا نشه، هر جایی که گذاشتیم همونجا بمونه. این یه ذره از همون آردی که داشتیم اضافه میکنیم. یه نکته حساسی که الان داریم، ببینید الان این کاملا سفید رنگ شد، الان نکته حساسش اینجاست. الان ما ماست دارم، ماست هم میخوام بهش اضافه کنم. فاصله ای که ماست رو اضافه میکنیم تا آرد اصلا نباید زمان بهش بدیم، باید بلا فاصله وقتی که ماست رو ریختیم آردم بهش اضافه کنیم، که توی اگه این کار رو نکنیم ماستمون آب میندازه یا شیرینیمون به اصطلاح قنادا تسمه میشه و کش میاد و باعث میشه که شیرینی شما سفت بشه. فقط 1 دقیقه میزننش
دیگه اینجا از همزن استفاده نمی کنیم. دیگه همزن رو لازم نداره. بله. حالا الان بلافاصله من چه کیک‌های زیبایی خانم آوردین، دست شما درد نکنه. این کیک هم که اینقدر زیبا نوشتین از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بماند. خیلی زیباست. من اومدم اینجا ایستادم، خانم گلاور عزیز به من گفت طوری صحبت کار نکنه این بچه های روی این کیک که ما از خواب بیدار شد. ما هم حسابی مواظبه حال دوست داری شده این رو هم میبینم. من حتی کشمش رو اول اضافه کردم تا وقتی آرد اضافه میکنم زیاد هم نزنم. پس وقتی آردم یک مرتبه بهش اضافه میکنم، بهتره علکش بکنی. آردم اضافه میکنم فقط در حد این که اینا با هم مخلوط بشه. اینا هم میزنید، نمیخواد حالا از یک طرف هم بزنید، این زیاد اونجوری حساس نیست، فقط زمانش. حالا ما این خمیر رو درست کردم، باید بلا فاصله اینو بپزم. اگه خمیر باز استراحت کنه باز حالت کشدار ایجاد میشه و شینیشون خشک و سفت میشه. خانم سوال شما کل آرد رو یک دفعه اضافه کردید؟ چرا؟ چون که نمیخوام زیاد هم بزنم، فقط میخوام اینقدر هم بزنم که این مواد فقط ببینید به این شکل با هم مخلوط بشه. الان همه مواد جدا از همه، الان من بکشم این حالت کشدار رو نداره. یک دست شده. بله. و فرمودین سریع هم باید قالب زده بشه داخل فر. بله. بره. یا میتونن با قاشق بریزن این سینی فرشون رو، باید حتما کاغذ روغنی بندازن. خود شیرینی چربیش کافیه، ولی اگه باز دوست دارن میتونن یک کوچولو چربش بکنن. و اینو که چرب کردن میتونید توی قیف بریزید یا با قاشق بریزید، هیچ فرق نمی کنه. از این شیرینی میریزم داخل ریفم. اینو با فاصله، چون وقتی که شما شیرینی رو میذارید داخل فری که از قبل روشن کردیم روی درجه 175 درجه سانتیگراد روشنش میکنید، میره توی فر پخت میشه. بعد از اینکه پهن شد دوباره شروع میکنه یک کوچولو پف میکنه. هر اندازه که دوست دارید میتونید این شیرینی رو به این شکل توی سینی فری با قاشق هم، دو تا قاشق هم میتونید، ولی وقتی که با قیف میزید دورش کاملا صاف میشه. فکر میکنم یک دست هم میشه. بله. یک اندازه. بعد اینو میذاریم داخل فر. به مدت زمان نمیدم، زمان حدودا تقریبا یک ربع، ولی شیرینی کشمش نباید برشته بشه، فقط یک ذره که دورش قرمز شد کافیه، دیگه زمان زیادی لازم نداره. پس حد اکثر یک ربع دیگه. بله. بسیار عالی. دست شما درد نکنه. به یخچال هم نداره، اگه یخچال بذارن سفت‌تر میشه، بهتره که توی کیسه نایلون یا توی ظرفای درد نگه دارید. بسیار عالی، دست شما درد نکنه. سپاسگزارم خانم گلاور عزیز.